ویزیج. همین اول صادقانه بهتون بگم بچه، من اصلا آموزش هیرو ویزیج رو نمیخواستم بذارم، انقدر تو دایرکت اینستا قسم دادی جون مادر دین هیرو رو بذار کامل بشه فلان پیسار همه رو گذاشته باشی جانینا، گفتم هیرو ویزیج هم بذارم. چرا نمیخواستم بذارم؟ اول اینکه اصلا داستان جذابی نداره، داستانش همین الان تو یه جمله بهتون میگم، محافظ در جهنمه، محافظ در اون دنیاست، کسی از اون دنیا بخواد بیاد اینور نمیذاره، کسی هم از این دنیا بخواد بره اونور نمیذاره، تموم شد رفت. همین داستان جالبی نداره، از اون برم خیلی کم پیک میشه هیرو ویزیج تو رنگ های عادی، تو چقدر من دارم میخورم تو اینترنشنال ها اینا بیشتر پیک میشه. حالا چرا نمیخواستم ویدیو رو رکورد کنم؟ چون زیاد محبوب نی هیرو ویزیج، ولی آجی اصلا احمقانه سخته. ببین قد سه تا هیرو بچه ها نکته داره، قشنگ قد یه دونه اینوکر روبیک پاک یا اینوکر روبیک چه میدونم بی وسه نکته داره، خیلی هیروی سخته حاجی. یعنی ببین وقتی یه هیرو انقدر سخته خب باید محبوبیت داشته باشه، هیرو باحالی باشه دیگه، بی نهایت سخته و معمولا خیلی کم هم میبینید توی گیم عادی پیکش کنم، معمولا توی اینترنشنال و میجور ها اینا پیکش میکنم. زرم نمیخواستم میگم هیرو ویزیج رو بذارم، ولی دیگه انقدر گفتید گفتم آقا چه آموزش رو بذارم. قبل آموزش بچه ها چند تا نکته بهتون بگم بعد بریم با هم ویدیو رو ببینیم. آقا اگه ویدیو رو لایک نکردید حتما دکمه لایک رو بزنید تا آخر ویدیو، مطمئنم یادتون میره بچه ها، همین الان لایک رو بزنید، کامنت انگلیسی هم بذارید که لایکتون نپره بعد ادامه ویدیو رو ببینید. این یک. دوم اینکه بچه ها واسه هیرو ویزیج این هزار تا اصطلاح میخوام بگم داخل ویدیو که تمام این اصطلاحات رو به زبونه کاملا ساده و مبتدی و فارسی تو دو تا ویدیو اول چنل یوتیوب هم که کارش رو واسه تون اینجا میذارم توضیح دادم. پس اگر اصطلاحات بازی تو دو سر در نمیارید و ممکنه که اولین باری باشه که تو این ویدیویی که میگم بشنویدش، پیشنهاد میکنم بچه حتما 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 برید دو تا ویدیو اول چنل یوتیوب هم رو ببینید، بعد بیاید سراغ این ویدیو که اصطلاحات رو متوجه بشید. هیروش بچه ها خیلی سخته، من بخوام هر اصطلاح هم یه بار بیام توضیح بدم ویدیوش حداقل دو ساعت میشه، نزدیکا 6 7 تا لول داره این کثافت، بعد هر لولش هم چند تا خاصیت داره، اصلا هم شبیه بقیه هیروها نیستش به هیچ عنوان. ویدیوش بچه ها خیلی طولانیه هیرو ویزیج، اینم بهتون بگم بچه ها قبل اینکه ادامه ویدیو رو ببینید، اگه میخواید یه هیرو دو تا دو یاد بگیرید من آموزش کل هیرو دو تا دو رو کانال یوتیوبم گذاشتم، برید ببینید هر هیرویی که حال میکنید و عشق کنید. اما اگه اومدید هیرو ویزیج رو دقیقاً یاد بگیرید این ویدیو رو باید با دقت ببینید، اینطوری نیستش که آقا خب بریم آقا ویزیج هم یاد بگیریم، نه ویدیوش بچه ها طولانیه و خیلی نکته داره و خیلی نکاتش ظریفه، مثلا یه اول لول 2 شو بهتون میگم، میگین دوش که همون 4ه، خیلی لولاش نزدیک به همه با اینکه اصلا کلا کارکرده متفاوتی داره. پس اگه اومدی هیرو ویزیج رو یاد بگیری قشنگ شیش دنگ حواستو بذار، با دقت ویدیو رو نگاه کن، اگه مثلا حوصله نداری یا کاری چیزی داری باید بزنی جلو اصلا ویدیو ویزیج رو پیشنهاد میکنم نبین، برو ویدیو دیگه مو ببین. اما اگه حوصله داری ویزیج رو یاد بگیری با دقت ویدیو رو از اول اولش گوش کن، به لفظایی هم که میگم دقت بکن، اصلا هم ویدیو رو جلو نزن که ویزیج رو یاد بگیری که بچه احمقانه هیروی سخت و نکات ظریفی داره. حله؟ بریم سراغ لول ها. خب آقا واسه هیرو ویزیج اینو بهتون بگم که کلا هیرو ویزیج سر خطاش بازی میکنن باشه، یعنی چی؟ دقیق زوم بکنیم بالا، بالا سر ویزیج همیشه خدا 6 تا خطه، اوکی؟ این 6 تا خط کلا اصلا روش پلی دادن با هیرو ویزیج، هیچ هیرو دیگه تو دو تا دو این 6 تا خط و شبیهش هم نداره، هیچ هیرو دیگه همینچین ویژوال افکتی نداره، هیچ هیرو دیگه اصلا کلا خط نداره، فقط و فقط هیرو ویزیج اینطوریه، اوکی؟ و کلا میخوای با هیرو ویزیج بازی بکنی کلا باید با این 6 تا خط بازی بکنی، کلا حواست باید به این 6 تا خط باشه. این 6 تا خط هیرو ویزیج بچه ها لولاش هم میخوام بهتون بگم، اول اولتیشو میگم بعد سهشو میگم بعد یکشو میگم بعد دوشو میگم. آقا اولتی ویزیج چی کار میکنه؟ اولتی ویزیج دوتا خفاش واسه همیشه سامن میکنه، حتی بمیرید هم این خفاش ها میمونن، اسمش فامیلیارن. خب فامیلیارا بچه چی کار میکنن؟ دوتا خفاش هن از تو درخت راحت میشن، راحت پستی بلندی های مپ راحت میشن، میبینید این ارتفاع راحت بدونید که دور بزنن پله بیان برن بالا، ارتفاعات هم خیلی راحت میتونن رد بشن، تو درخت راحت میشن. این از حرکتشون، سرعت خوبی هم دارن، سرعتشون حدودا 430 ه و دمیج خوبی هم دارن، نگاه کن وقتی یه هیرو رو میخوام بزنن راحت میزنن پاره میکنن. قبلا خیلی این سیستم ضرب زدنشون کی چه زمانی دمیج داشته باشه، چه زمانی سریع تر میزنه، چه زمانی دمیج بیشتر میده پیچیده تر بود، حداقل اینا سادهش کردن، فامیلیاراش ساده تر شدن نسبت به قبل، دمیج خیلی خفن دارن و اتک اسپید خیلی خفن. دمیجشون چقدره؟ هر کدوم از این فامیلیارا بچه دمیجشون 75، 4 تا آرمور دارن، سرعت حرکتشون 430، 700 تا هم جون دارن و اگر جونشون کم بشه، میبینید داره جون کم میکنه این، اگر جونشون کم بشه خب یه لول دارن، اوکی؟ که این لول رو شما به دو مدل میتونید استفاده بکنید، نا کن یه لول یکی اینجا شونه اسمش استورم فورمه،
استون فرم یعنی چی؟ یعنی به شکل سنگ. آقا یه دونه استون فرم لول 1 شونه، یه دونه آقا استون فرم لول 4 خود ویزیجه. لول 1 این خفاشا رو هم میتونید رو خود خفاشا کلیک چپ بزنید لول 1 شونه بزنید، هم میتونید بزنید رو خود هیرو ویزیج لول 4 ویزیجو بزنید. پس لول 4 ویزیج و لول 1 خفاشا یکیه. ویزیج 4 بکنه انگار خفاشا 1 کردن، خفاشا 1 بکنن انگار خودشون 1 کردن. یعنی این لول خفاشا رو استون فرمشون هم رو خود خفاشا میتونی بزنی، هم با لول 4 ویزیج میتونی بزنی. حالا من رو خود خفاشا میزنم. وقتی استون فرمشون میزنن چی میشه بچه‌ها؟ اینجا رو نکنی خودشونو میکوبونن زمین به مدت 6 ثانیه و حریف رو 1 و نیم ثانیه استان میکنن. حریفای دور و بر رو 1 و نیم ثانیه استان میکنن، 140 تا دمیج میدن و جونشون رو کامل پر میکنن به همین راحتی. پس این خفاشا وقتی خودشونو میکوبونن زمین دمیج میدن، جون پر میکنن و به مدت 6 ثانیه هیچیشون نمیشه. اینجا ناکنی اصلا نمیتونه ضربه بزنه حریف به این. میبینی ارور داره میده. تحت هیچ شرایطی با هیچ لولی با هیچ آیتمی اینا دمیج نمیخورن. تحت هیچ شرایطی با هیچ لول آیتمی دمیج نمیخورن. ناکنی حریف 1000 تام دمیج داشته باشه نمیتونه تو این 6 ثانیه که این رو زمین اینو بزنه، به هیچ عنوان نمیتونه بزنه. حالا این از استون فرم این خفاشا. پل لولی که خفاشا استون فرمشونه بچه‌ها خوششون میکنه زمین 6 ثانیه سنگ میشن، هیت لولی روشون اثر نداره، جونشون رو پر میکنن و به مدت 6 ثانیه آسیب ناپذیرن. این یعنی خفاشا بچه‌ها. کل قضیه خفاشا رو بهتون گفتم. 6 پر خفاش ظاهر میکرد، لول 4 تون با یک خفاشا همینه. ببین خود ویزیج یک خفاشا رو نداره، نگاه کن. من لول 4 رو میذارم خفاشا میشینن زمین، خود ویزیج قابلیت نشستن زمین رو نداره. حالا دسترسی آسان گذاشتن واسه این هیرو. با لول 4 ویزیج هم میتونید لولی که خفاشا رو بزنید به صورت رندوم، خفاشا رو یکیشون رو میزنه. گرفتی؟ یعنی 4 ویزیج خود یک خفاشا نیستش، خود خفاشا رو میشونه زمین، خودش نمیشینه زمین، اصلا قابلیت خودش نشستن زمین هیرو ویزیج نداره. 4ش رو بزنی با یک خفاشا یکیه. گیجی نشید فکر کنید لول 4ش مثل خفاشا سا، نه همونه دقیقاً، واسه اونا رو میشونه زمین. این لول 4ش بچا پشیش و 4ش رو بهتون گفتم. قضیه که هست چیه؟ لول 3 تون چیکار میکنه؟ لول 3 تون خدایا لول 3 تون اینطوریه بچا، 4 تا لایر همیشه روتونه. اینجا نگاه کنید میبینی 4 تا لایر روتونه. حالا لایر چی یعنی؟ لایه چی؟ حالا بمونه آقا 4 تا گفت و زهره ما روتونه، باف روتونه، لایر روتونه و هر ضربه ای که شما بخورید این لایرها یه دونه کم میشن. 3 2 1 0 اوکی. شما 4 تا لیر روتونه و هر لیری 3 ثانیه بعد دوباره شارژ میشه. ببین 4 تا لایر روته، هر ضربه ای که بالای حدودن چقدر بگم، حدودن بالای 100 تا، هر حالا ما میگیم بالا 50 تا، هر ضربه ای که بالا 50 تا بخوری حدودن یه دونه از این لیرها میخوابه. آقا یه ضربه 4 تا لیر، یکیش خوابید، دومی خوابید، سومی خوابید، چهارمی خوابید، دیگه لیری نداری. اما بعد 3 ثانیه دوباره این آروم فعال میشن. گرفتی؟ پس 4 تا لیر روته، با هر ضربه ای که حریف بهت بزنه این لیر ها ابی میره و بعد از 3 ثانیه دونه دونه این لیر ها دوباره برمیگردن. اوکی حالا آقا لیر ها چی هن؟ ببین به ازای هر لیری که روت باشه، 4 تا لیر بیشتر روت نمیتونه باشه، به ازای هر لیری که روت باشه 20% دمیج ریداکشن میگیری. ببین به ازای هر لیری که رود باشه، چه دمیج پیور، چه دمیج فیزیک، چه دمیج آرمور، چه هر گونه دمیجی که تو دوتا دوه اصلا فرقی نداره، 20% بهت نمیخوره. یعنی اگه تو 4 تا لیرت فعال باشه 80% دمیج ورودی بهت نمیخوره. ببین آکو الان هیروی اودی خب دوتا دیواین داره، دمیجش 1000. خب ناکو این ضربه اولش، این ضربه دوم، سوم، چهارم، پنجم، میبینی چقدر سنگین داره میزنه. 4 تا اول خیلی کم خورد، از 4 رو این به بعد خیلی زیاد خورد. اگه تو 4 تا لیرت روت باشه ضربه اول 80% بهت کمتر میخوره، چون 20% ضرب در 4 میشه 80%. ضربه اولی که 4 تا لیر روت باشه بهت بزنه 80% بهت 80% اون ضربه بهت نمیخوره. ضربه دوم 60% بهت نمیخوره. ضربه سوم 40% بهت نمیخوره. ضربه چهارم 20% بهت نمیخوره و اگر لیری رود نباشه کل 100% مثل کل هیروی عادی دو تا دو بهت میخوره. پس به ازای هر یه لیری که رود شارژه 20% بهت دمیج نمیخوره به همین راحتی. آقا اگر رود 5 تا لیر باشه چی؟ 100% هیچ چیز دمیج نمیخوری.
من شاء لیر میشه رود باشه، نه نمیشه، کلا مکسش 4 تاست و کلا 4 تا لیر رود میتونه باشه. به ازای هر یه لیری که روته 20% دمیج ورودی بهت به هیچ عنوان نمیخوره به همین راحتی. اگه 1% میشد 5 تا لیر رود باشه، کلا هیچ وقتی رو چیز دیگه دمیج نمیخورد، هیرو ویزش به هیچ عنوان دیگه دمیج نمیخورد، چون که هر لیر 20% 5 ضرب در 20 میشه 100%، 100% دمیج ورودی آف. گرفتی؟ این از لول پسیو و قوی ترین لول هیروی ویزیج. حالا نکته ای که بچه ها هستش اینه که جونم واسه تون بگه لول 2 شکار میکنه. سولس ما به این میگیم سولس هیروی ویزیج چیکار میکنه؟ این خطای بالا سرتو میبینی؟ اوکی، این خطای بالا سرتو 6 تاست. اگر بالای 100 تا کسی بهت دمیج بده، این شارژ میشه، میبینی؟ و وقتی شارژ میشه میتونی از لول 2 استفاده بکنی. استفاده بکنی چی میشه؟ بهرف دمیج میدی. اوکی، پس اگر بالای 100 تا بهت دمیج بدن این شارژ میشه. هر یه دونه 100 تایی که بهت میزنن این شارژ میشه، و وقتی 6 تا شارژ شد لول 2 تو بزنی هرف دمیج میخوره. اوکی، بذار حریف ضعیف بغلم بزنم ببینید. جان آکان این اودیه ضعیفه، این به من ضربه میزنه، من جونم کم میشه. خب الان دوم روی میزنم دیگه، چه دمیجی خورد؟ 350 تا دمیج خورد. بیس دمیج لول 2 شما 20 تاست، یعنی تو لول 2 هیچی شارژ نباشه یه دونه بزنی 20 تا دمیج میخوره. 20 هم که اصلا هیچی محسوب نمیشه دیگه، انگار مثلا یارو فوتش کردی، یعنی کلا این دمیجکی داره که دگری یارو مثلا بخوابونه. آقا لول 2 تو تقریبا هیچ دمیجی نمیده اگه شارژ نباشه. به ازای هر شارژ 75 تا دمیج میده. 6 75 چقدر میشه؟ میشه 450 تا. اگه 6 تا شارژ لول 2 تو بالای سرت پر شده باشه لول 2 بزنی 450 تا دمیج به حریف میده. این از لول 2 هیروی ویزیج تقریبا. حالا آقا قضیه که هستش چیه؟ اگر تو هم به حریفی که نزدیکته بالای 100 تا دمیج بزنی باز این شارژ میشه. کلا تو محوطه ی لول 2 تو ببین آکن مصاحم یارم روی این، میبینید دایره سبز زور تا دور ویزیج انقدر بزرگ میشه تو مپ، اونجا نکنید یه دایره کم رنگه، میبینید دایره سبز رو تو این محوطه دایره سبز، اگر به هر هیرویی بالای 100 تا دمیج، فقط خودت نه، اگر به هر هیرویی بالای 100 تا دمیج چه بزنید چه بخورید، بالای 100 تا دمیج به این توی این محوطه به هیروها دمیج بخوره شارژ میشه بالا سرت. اوکی، پس توی محوطه لول 2 ویزیج اگر بالای 100 تا دمیج بین هیروها رد و بدل بشه لول 2 هیرو ویزیج شارژ میشه. به ازای هر شارژم 75 دمیج میده، پس مجموعاً لول 2ش حدوداً 500 تا دمیج میده اگه کامل شارژ شده باشه. و اونجا که کولدان لول 2 هیرو ویزش خیلی کمه، 4 ثانیه است، وسط فایت شما فکر کن زر لول 2 بزنی، تون تونم که داره شارژ میشه، یعنی تو 12 ثانیه میتونی 1200 با لول 2 دمیج بدی، تون تون هی لول 2 بزنی. گرفتی من چی میگم؟ سر همین لول 2 هیرو ویزش خیلی سوپره واقعا، خیلی، نه تو 12 ثانیه 1600 تا دمیج میزنی، خیلی سوپره. اوکی، این لول 2 هیرو ویزش که به خطه بالا سرش رب داره. لول 3 هم بهتون گفتم که لیراشه. لول 1 هیرو ویزش چیکار میکنه؟ اسمش گریپ چیله. گریپ چیله هیرو ویزش چیکار میکنه؟ آقا از اتک اسپید و سرعت حرکت حریف کم میکنه میده به تو. نگاه کنید این خیلی سریع داره حرکت میکنه، این انتر میبینید، این اودیار میبینید بچه ها خیلی سریع داره حرکت میکنه. خب مومنت اسپید 410 ضربه هم میخواد بزنه سریع میزنه، تق 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 تون داری میزنه. خب حالا من اگه روش یک بزنم اتک اسپیدش کم شد، سرعت حرکتش هم کم شد، دیدی هم آروم راه میره هم آروم ضربه میزنه. از حریف 30% مومنت اسپید کم میکنه، و مثلا سرعت مومنت اسپید حریف اگه مثلا 300 باشه میشه 200، 30% مومنت اسپید حریف کم میکنه و 70 تا هم اتک اسپید حریف کم میکنه. یعنی مثلا درست یه حریفی خیلی تونتو رو میزنه رو شک بکنی، سرعت اتک زدنش میاد پایین و آرومتر ضربه میزنه. و چیز جالبی که هست، کل هیروهای دوتا دو اینطوری هم که بچه ها اگه مومنت اسپید حریف کم میکنن، اگه اتک اسپید حریف کم میکنن به خودشون اضافه نمیکنن. میتونم بگم تقریبا تنها هیرویی که مومنت اسپید و اتک اسپید حریف کم میکنه و به خودش اضافه میکنه هیروی ویزیجه. به مدت 6 ثانیه مومنت اسپید و اتک اسپید حریف رو کم میکنه و به خودش اضافه میکنه. اینجا ناکانی ناکان، من الان یک رویارو زدم، ناکان چقدر سریعه، الان یکم تمام بشه ناکان چقدر کند میشم، نگاه کن
یکم تموم شدید یهو کنت شدم. وقتی یک رو زدی این اتفاق میفته که حریف میداز به خوش اضافه میکنه. حالا من لیرها رو وسط فایت چجوری بشمارم؟ لیرها رو میتونی از جونم وسط بگه از سنگای دور ویزیج بشماری. اوکی لیرها رو از سنگای دور ویزیج میشه شمار. بایسا دیگه دوره سنگی نیست چون که لیراش برید. حالا بچه‌ها دوباره لیراش میاد سر جای سنگاش میاد. ببین آکن من الان به ویزیج ضربه میزنم سنگاش میپره دورش. همه لیرای ویزیج پرید. خب حالا آقا ویزیج نگاه، یه سنگ، دو سنگ، سه سنگ، چهار سنگ، دوباره لیراش میاد دورش. پس سنگای دور ویزیج معنی دارن. هر سنگش یعنی یه لیر لول 4 یا 6، لول 6. اوکی. پس حواستون باشه به ازای هر یه سنگی که ویزیج دورش داره یعنی تقریبا نمیره. اوکی هر چقدر سنگای دور ویزیج بیشتر باشه دهن ویزیج بیشتر سرویسه. اگه 4 تا سنگ دورش یعنی 80% به ضربه نمیخوره. اگه 63 تا دورش یعنی 60%، 2 تا دورش 40%، 1 تا دورش 20%. میبینی این سنگ الان دورش دیگه نی. به افکت دور ویزیج اگه جلوتون افتاد حتما باید دقت بکنید. اگه خودتون مثلا حال نمیکنید ببین عدد در نگاه بکنید، حالا ریزه یا هر چی، از سنگای دورت وسط فایت میتونی بفهمی چند تا لیر روته یا بتونی تصمیم درستو بگیری. حالا این یک تا چیش هیروی ویزیج. حالا آقا نیم هیروی ویزیج چیکار میکنه؟ آقا نیم هیروی ویزیج یه لول به هیروی ویزیج اضافه میکنه، سایلنت از دی گریو، آروم در حد قبرستون. ترجمهش اینه آقا سایلنت از دی گریوش چیکار میکنه؟ وقتی شما لول 5 هیروی ویزیج رو میگیرید، آقا نیمی خیلی لول 5 بهتون اضافه میشه، جونم واسط بگه که وقتی لول 5ت رو میزنی خودت و خفاشات غیب میشید. ناکن. میبینی؟ هم خود غیب شدی هم خفاشات. و همچنین به مدتی که لول 5ت روته که کلن چقدر 35 ثانیه است. تو این 35 ثانیه تو هم مثل خفاشات میتونی از پستی بلندی های مپ عبور کنی. میبینی؟ تو هم مثل خفاشات تو درخت ها میتونی عبور بکنی. پر لول 5 تا الان دوتا کار میکنه، خودت و خفاشات رو غیب میکنه و خودت هم میکنه مثل خفاشات، میذاره پس بلندی ها عبور بکنی و میذاره درخت ها رد بشی. اوکی پر لول 5 تا الان دوتا حرکت میکنه. آقا حالا آقا حرکت های دیگه هم میکنه. اول این که یک پنجم به خودت موومنت اسپید میده. یعنی چی؟ یعنی این که آقا جان موومنت اسپید شما خب هر چقدر باشه یک پنجم بهش اضافه میکنه. مثلا چی؟ مثلا آقا مومنت اسپید شما 500 باشه میکنه 600، مومنت اسپید خفاشات 500 باشه میکنه 600. 20% یا یک پنجم سرعت حرکت خود و خفاشاتو به مدت 35 ثانیه افزایش میده. پس سرعت حرکت زیاد میکنه، غیب میکنه، میذاره خودت هم از زر دیوارا رد بشی. تا الان 3 تا کار میکنه و همچنین به مدت 35 ثانیه 30% دمیج بهت میده. آقا الان دمیج من چقدره؟ دمیجمو نگاه کنید. الان دمیج من بز بپره روم افکتش. خب آقا دمیج من الان 158. اوکی 5 رو زدم، دیدید؟ به مدت حدوداً 4 ثانیه من دمیج بیشتر داشتم. وقتی لول 5 هیرو ویزیج رو میزنی هر چقدر دمیج داشته باشی 30% دوباره همون دمیج بهت برمیگرده. اوکی پر لول 5 ویزیج واسه خودت این کارو میکنه و واسه خفاشات هم این کارو میکنه. هر چقدر دمیج داشته باشید به مدت 35 ثانیه اشتباه گفتم چند ثانیه، به مدت 35 ثانیه این دمیج شما 30% افزایش پیدا میکنه. این دمیجشون عملا میشه 130%. اگه خفاشات دمیجشون 75 حدودا میشن 100. اگه دمیج خود 200 حدودا میشی اگه اشتباه نکنم 167 200 اگه دمیج خود 200 باشه حدودا میشه 267. اوکی پس لول 5 تون سرعت حرکت میده، غیب میکنه، میذاره در دیوارا رد بشی و سریعتر خودت و خفاشات حرکت میکنید و به مدت 35 ثانیه دمیج خودت و خفاشات رو افزایش میده 1/3. و این قوی تر چی دیگه میخواین؟ به نظر من لول آقا نیمش از اولتیش خیلی قوی تره، واقعا قوی تر. چون اولتیت کلا چند تا بات خفاش میده، کار خاصی اون چنان الان نمیکنه. این آقا نیمش خیلی قویه، هم دمیج به خودت میده، هم خفاشات، هم غیب میکنه، هم سریع میکنه، هم میذاره در دیوار رد بشه. خیلی سوپره به نظر من آقا نیمش، یکی از بهترین آقا نیمای این پچه. حالا آقا نیم شارش چیکار میکنه؟ آقا نیم شارد هیرو ویزیج اینطوری میشه که لول 3 تو میتونی استفاده بکنی. تا قبل آقا نیم شاردت نگاه کنید، من آقا نیم شارد ندارم، لول 3 مو نگاه کنید، استفاده کردنی نیستش، پسیو اصطلاحا. وقتی آقا نیم شارد میاری
لول ست رو استفاده هم میتونی بکنی. لول ست رو استفاده بکنی چی میشه؟ عین خفاشات سنگ میشی، به مدت چند سال نمیخوری زمین. 1 2 3 4 5 6 تو هم عین خفاشات 6 سال کوده میشی به زمین و اگه جونت کم شده باشه جونت پر میشه. ناکنی من میرم هوا پس خودم میکوبونم زمین، جونم پر میشه، یه اشپریجوریشن خیلی خرکی میگیرم و حریفش غلطی نمیتونه بکنه. پس آقا نیم شارتو که میاری این خفاشات خودتو میتونی بکوبونی زمین و یک سوم جونت هم پر میشه و وقتی خودتو میکوبونی زمین سنگ میشی هیچ لولی روت نمیتونن بزنن. این از آقانیم و آقانیم شارد هیرو ویزج. بریم سراغ تلنتاش. خب آقا تلنت 10 چپی هیرو ویزج چیکار میکنه؟ 10 چپی رو بگیری خودت و خفاشات 8 تا دمیج اضافه میگیرن، یعنی 8 تا خودت 8 تا هر کدوم از خفاشات دمیجشون افزایش پیدا میکنه. 10 راستی رو بگیری گریو چیل یا همون لول 1 هیرو ویزج کولدان 3 ثانیه کم میشه، تو میتونی یک بزنی. 15 چپی رو بگیری وقتی لول 2 تا میزنی به دو نفر میخوره، همزمان به دو نفر میخوره، خیلی خوبه. 15 راستی رو بگیری ضربات تو و خفاشات 1.5 تا آن آرمور حریف کم میکنه، یعنی 1.5 تا تو، 1.5 تا این خفاشات، 1.5 تا این خفاشات رو هم 4.5 تا انگار آرمور ریداکشن دارید یا تقریبا یه نصف دزولیتور دارید. یعنی اگه خودتو جفت خفاشات به یه نفر ضربه بزنید آرمور یارو منهای 4.5 میشه. اوکی کلن 1.5 تا رو ضربات هر کدومتون آرمور ریداکشن میندازه که آنچنان حالا چیز قویی نیستش ولی خوبه. 20 راستی رو بگیری دیگه لول 2 به ازای هر شارژ، خب 75 تا دمیج نمیده، لول 2 به ازای هر شارژ تقریبا 100 تا دمیج میده. پس اگه 6 تا شارژ لول 2 تو بگیری حدودا 610 تا دمیج میده، نه 490 تا مثلا. یه کوچول لول 2 تو قوی تر میکنه. 20 شپی رو بگیری عالیه، سرعت حرکت خودت و خفاشات رو 30 تا افزایش میده، خیلی خوبه. 25 شپی رو بگیری شیشه دیگه دوتا خفاش بهت نمیده، 3 تا بهت خفاش میده، خیلی خوبه این. 25 راستی رو بگیری گرف کریپر کلاکت یا همون لیرات که لول ست بود به ازای هر لیری که داری به ازای هر لیری که داری بهت آرمور هم میده. ناکنین الان من 10 تا آرمور اضافه دارم، اوکی، و الان 10 تا آرمور اضافه که دارم اگه لیرام رومم نباشه باز کار میکنه. گرفتید دارم چی میگم؟ پس در واقع لول ست، خب رو خودت خفاشات همیشه هست دیگه، در واقع لول ست حتی اگه لیری هم روت نباشه به خودت و خفاشات آرمور میده. ساده ترش اینطوریه که رو خودت و خفاشات همیشه 10 تا آرمور هست. اینم از تالنت 25 راستی هیروی ویزج. بریم بچه‌ها با هم دیگه بهترین ترتیب لول گیریش رو ببینیم، بعد بریم سراغ آیتم بندیش. خب آقا حالا آیتم بندی هیروی ویزه چیه؟ ببین اکثرا واسه هیروی ویزه چون اینطوری بازی میکنن، بعد اینکه لول 6 شونو گرفتن میرن تو فارم. خب سر همین اکثرا واسه این رو بچا ترانکویل بوت میرن، خب فشار میذارن جلو خودشون عقب بازی میکنن، ترانکویل بوت خیلی خوبه واسه شون. آیتم 2 90% مواقع هنز آف میداس میرن. آیتم 3 بچه آیتم سولار کرست رو میرن، کسی که میخوام بزنن سولار کرست روش میندازن، خودشون خفاشاشون مثل این بختک میندازن روی یارو دهنه یارو سرویس میشه. آیتم بعدی ازالت میرن معمولا که آرمورا و اتک اسپید خودشون خفاشاشون رو زیاد کنن. تو این پچ اکثرا بچه ریس پک میرن که لایف استیل و دمیج و این کوفت و زهر مارا رو خودشون و خفاشاشون بیفته. آیتم بعدی بچه معمولا بازم تو این پچ بوتس آف ویرینگ میرن که خودشون و خفاششون رو قوی بکنن. آیتم بعدی معمولا دو تا آیتم هستش که میرن، یکیش بلاتورنه، روی نفر بلاتورن میزنن میفتن مثل سگ میزننش، یا اگه بلاتورن احتیاج ندارید که برید جلوتون خیلی تانکه آیتم دزولیتور رو هم میرن. آخر بازی هم بچه‌ها هنزا میدوسن میفروشنش میکننش آیتم ساید آف وایز همون هگز خودمون. اینجوری یه نفر رو که مثلا حالا فول آیتم هم باشه یا هرچی فول آیتم هم باشه یا هرچی خیلی راحت میتونن با ایروی ویزج پاره بکنن. اینجا ناکنی اینجا ناکن وایس بزن، این آخر فول آیتم نیستش، مثلا آیتم واسه چی بیاریم؟ سه تا هارت بیاریم، دوتا شیوا که یه عالمه آیتم پایتم داره. خب یه نفر نخواد بزنتتون مثل این دوستمون خیلی راحت اینجوری دمیج میخوره. اوکی الان کیه که داره اینجوری راحت دمیج میخوره؟ کسیه که آرمورش مثبت 60 و جونش 6000. ببینید چقدر راحت داره میخوره یارو. تقریبا با هیچ هیروی دیگه اینقدر راحت نمیتونیم بابا رو بزنیم. من با هیروی ویزج میشه. اوکی
معمولا این آیتم بندی رو میارن. حالا تو آیتم بندی خیلی لیت بازی که میخوان بدون خفاشار رو هم بازی بکنن، معمولا تو لیت بازی با ایروی ویزیج خفاشار میفرستن یه طرف، خوشون میرن یه طرف. تو لیت بازی یه دونه دیدلس هم واسه ایروی ویزیج میرن، یه دونه آقا مانکی هم میرن، یه دونه آقا دیواین هم میرن، یه دونه اینا هم میرن که خود ایروی دیدلس دمیجش، خود میگم ایرو، خود ایروی ویزیج دمیج خوبی داشته باشه جدا از خفاشاش. حله بچه، با هم دیگه بریم بهترین ترتیب آیتم بندیش رو ببینیم، بعد بریم سراغ کانتراش. خب رفقا، اینم ایرای ویزش. امیدوارم بچه ویدیو حال کرده باشید. اگر چه رو ویدیوی کوچول عبوس بودم، کوچول اخمو بودم، اصلا نخندیدم و اینا، طبق بقیه ویدیو شرمنده تب دارم و بعد 3 روز به زور الان من فقط پشت سیستم نشستم که ویدیو رو بگیرم دوباره هم تو جام بخوام. 2-3 روز همش خوابم. آقا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه ویدیو حال کردید بچه حتما دکمه لایک رو بزنید. و اینکه بچه این ویدیویی که شما دیدید، الان کانتراشو بهتون میگم، این ویدیویی که شما دیدید بچه آموزش کاملا ساده و مبتدی هیروی ویزیج بود که فقط هیروی ویزیج رو یاد بگیری که چیکار میکنه. اما بچه اگر دنبال آموزش پروفشنال پلی دادن و تاکتیکی پلی دادن و آموزش حرفه‌ای و آموزش رنگ ها به ایرو ویزیج مثل اینایی که تو تورنمنت مورنمنت بازی میکنن میگردید، پیشنهاد میکنم بچه حتما یه سری به سایتم بزنید. سایتم بچه aminestress.com. داخل سایتم بچه پکیج آموزشی حرفه‌ای هر هیرو رو گذاشتم و این پکیج آموزشی حرفه‌ای ثمره 20-25000 ساعت دوتا بازی کردن خودمه. یعنی من 20-25000 ساعت دهنم سرویس رو دوتا بازی کردم، کل تجربیات هم واسه هر هیروی داخل پکیج بهتون گفتم که این خودم بتونید راحت رنگ اپ بکنید و پاره بکنید. هیرو ویزیج واقعا ببین، کلا هیرو سختو چند تا هیرو رو اصلا کلا روی یوتیوب، همه آموزش هیرو رو گذاشتم روی یوتیوب دیگه، چند تا هیرو رو واقعا پیشنهاد میکنم آموزش حرفه ایشو تهیه بکنید. یکیش ویزیج، یکیش هم آقا سیگنیچر هیرو خودم اگزه، یکیش بریف مستر، یکیش روبیک، یکیش اینوکر. اینا چون بچا سخت با پاکه، چون که بچا اینا سخت ترین هیرو دو تا دو ان، واقعا به نظر من احتیاجه کسی که میخواد این هیرو رو پلی بده پکیج حرفه داشته باشه. اگه دوست داشتید بچا یه سری به سایتم بزنید پکیج حرفه ایشم تهیه بکنید. حالا آقا کانتراش کیان الان بهتون میگم. بچه اگه این اولین ویدیو کانال من یوتیوب من بود که داشتید میدیدید، اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید. یه مستطیل قرمز زیر ویدیو روش کلیک چپ میزنی، همین کاملا رایگان، 2 ثانیه وقتتون میگیره. سابسکرایب که بکنید من اصلا که ویدیو جدید بذارم شما مطلع میشید و اگه دوستش میتونید ویدیوامو ببینید. کلا هم محتوای کانالم درباره دوتا دو، درباره آپدیت و پتل پس و پچ و اینترنشنال و تورنمنت و کاستوم و اینا کلی ویدیو میدو دارم. مطمئنا این دوتا پلیری خوشت میاد. آقا حالا ویزیج کیا رو میزنن و کیا میزننش؟ هیروی ویزیج بچه ها کلاک رو خیلی راحت میزنه، زعوس رو خیلی راحت میزنه، اسنایپر رو خیلی راحت میزنه، هیروی اودی رو خیلی راحت میزنه، آرک باردن رو خیلی راحت میزنه، هیروی بیلیستل رو خیلی راحت میزنه. حالا آقا کیا ویزیج رو خیلی راحت میزنه؟ هیروی که بچه ایلیوژن دارن و تعدادشون زیاده، برود مادر، وینتر به خصوص، وینتر خیلی بد میزنه ویزیجو، هیروی بیست مستر، هیروی ناگاسایرن، هیروی میپو و هیروی تروبلت، اینا خیلی راحت هیروی ویزیج رو پاره میکنن. آقا اینم از زین. اگرم تو طول ویدیو بچه با خودم حال عمرن که حال نکردید انقدر لط و پارم تو این ویدیو که فقط از خودتون بوده ویدیو تموم شه. آقا اگرم تو طول ویدیو با خودم حال کردید من تون گمین سوان فالو بکنید اینستاگرام بچه همین استرس 27. هر وقت ویدیو جدید بخوام داخل یوتیوب بذارم داخل استوری اینستاگرام بهتون میگم. اگه تورنمنت چیزی بخوایم برگزار بکنیم داخل استوری اینستاگرام بهتون میام. کلا رو ارتباطی باهاتون همین اینستاگرام، حتما اینستا فالو بکنید خیلی خوشحال میشم. اگه کاری چیزی هم داشته باشید دایرکت بدید در جا جواب میدم. دمتون گرم اینستا فالو بکنید. واسه ایرو ویزیج هم 100% پیشنهاد میکنم که یه سری به سایتم بزنید که ضرر نمیکنید. تا دوری دیگر بدرود، مخلصین. گلوم واقعیتش نمیکشید که بیشتر از این بلند بگم مخلصین.